بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، سروران گرامی و علاقمندان به فوتسال. در خدمت شما هستیم با پخش مستقیم یکی از جذابترین رقابت‌های مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال افغانستان، جدال تیم‌های صداقت کابل و ظاهر اسد کابل، شهرآورد یا دربی شهر کابل، دو تیم مدعی این رقابت‌ها، قهرمان و نایب قهرمان لیگ فوتسال کابل که چندی پیش در همین جیمنازیوم فاینال رقابت لیگ برتر فوتسال کابل برگزار کردند که در نهایت تیم صداقت با نتیجه 4-0 بازی را برد. امروز در یک رقابت و یک جدول دیگه به مسافه همدیگه آمدن، امیدواریم بازی خوبی را شاهد باشیم. آنطور که سرمربی تیم ظاهر اسد در مصاحبه بعد از فاینال رقابت لیگ کابل گفت که اگر تیمش دوباره با صداقت بازی بکنه، ظاهر اسد بهتری را خواهید دید و در واقع ظاهر اسد واقعی را در لیگ برتر فوتسال افغانستان باید ببینید. ببینیم این گونه خواهد شد، آیا انتقام میگیره از این تیم یا خیر. برنده این مسابقه بسیار سرنوشت ساز هست، شرایطش در جدول گروپ دوم رقابت ها. صداقت یک پیروزی پرگل داره، 14 تا به تیم حریفش داره. در بازی اول این بود به مسافه ظاهر اسد میره که 8-4 پیروزی پنشیر در بازی نخست به سختی شکست داد. سید مهدی هاشمی رو در تصویر ملاحظه میکنید، کپتان تیم صداقت. کار دنبال میشه این طرف، ضربه از علی رضایی و خروج دروازه‌بان. محمد اکبری و خطایی که ظاهراً اعلام شده و بازی متوقف هست. دو تیم در شرایطی به مسافه همدیگه میرن که هر دو تیم 3 امتیاز در این گروه دارن و برنده 6 امتیازی خواهد شد و احتمال اینکه صدرنشین صعود بکنه خیلی زیاد هست. هاشمی صاحب توپ هست، درگیر است با بازیکن ظاهر اسد، یک پرسینگ بالا، اجازه حرکت داده نمیشه به مرتضی محمدی. صادق صادقی تنه به تنه شد با او، به نظر میرسه تیم ظاهر اسد دار. بهمن گرگیچ حمیدی درگیر بود، هاشمی، کریمی، یک و دو انجام نمیشه، توپ بازیکن ظاهر اسد در اختیار میگیرن. یک حرکت انجام شد و توپ بیرون رفته. جنگندگی کاملا دیده میشه در جریان بازی هر دو تیم. صادق صادقی، خود صادقی، محمد رضا کریمی برای توپ گیری فشار میاره، گرفتن توپ بر بازی کنانه صداقت، سرورم زد محمد رضا کریمی. صادق صادقی گرفته توپش جواب نداد و توپ از دست داد. کار دنبال میشه این طرف، عبدالغفار صادقی نتانه ظاهره اسد میتونه توپ صادقی بگیره، پاس برای هاشمی داده میشه توسط مرتضی حیدری. بهمن گرگیچ درگیر است با هاشمی، یک بار دیگه برخورد صادقی و توپ بیرون میره. سراپا انگیزه هستیم ظاهر اسد برای کسب پیروزی در این مسابقه و شش امتیازی شدن فرصت. شوت اگر زده میشد خطرناک بود،
هر دو تیم یک بازی دیگه با اتحاد هرات دارن در این گروه، تیمی که به بازه او مسابقه را به بازه کارش سخت خواهد شد و بسیار دشوار میشه شرایط صعود به دور نیمه نهایی. اتحاد دقایق پیش پیروزی پنجشیر شکست داد و سه امتیازی شد در این گروه. بازی بسیار مهمی در ادامه در دور سوم و چهارم گروهی مانده که هیجان زیادی خواهد داشت. بهمن گورگیچ بازی را آغاز میکنه. یک ضربه از محمد اکبری دروازه‌بان ظاهر اسد. کنترل و خطایی که اعلام شده به سود ظاهر اسد. بهمن گورگیچ ضربه رو بعد بزنه، ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد. بهمن گورگیچ، صادقی در کنارش هست، خود بهمن، صادقی، این ضربه و توپ بیرون میره. کورنر برای تیم ظاهر اسد. سرمربی تیم اتحاد هرات قطعا این بازی رو باید ببینه و آنالیز بکنه حریفان قدر خودشه. هر دو تیم میتونن رقبای سختی باشن برای اتحاد در این گروه. صادق حرکت ادامه میده، زاویه رو میبنده، حرکت ادامه داره، فرصت داره. بازی کنان ظاهر اسد، جایگیری خوب دفاع صداقت اجازه نداد که شود به دروازه بره. یک بار دیگه حرکت و توپ بیرون رفت. خوب بازی کرده ظاهر اسد و کاملا تیم حسین افشار متفاوت هست نسبت به فاینال لیگ برتر کابل. هر دو تیم کاملا فوتسالی هستند، سرمربیان خوبی هم دارن، بازیکنان خوبی هم دارن و امروز بعد نمایش فوتسال در فوتسال به صورت حرفه‌ای ببینیم. خطا کرده مرتضی محمدی به روی بازیکن ظاهر اسد. روی زمین هست عبدالغفار صادقی و احساس ناراحتی میکنه صادق صادقی. ضربه رو بعد بزنه. موقعیت هست، این ضربه از صادق صادقی، توپ بیرون میره. یک بار دیگه این طرف فرصت و بیاسل هست حرکت. صدای تماشاگران هم تو به علی رضایی میرسه، جنگنده و البته کمی هم فیزیکی کار دنبال میشه. هاشمی، بازی سختیست برای هر دو تیم و هر دو تیم خسته خواهد کرد. عبور میکنه از صادقی و لایی هم انداخت که البته داور خطا اعلام کرد.
هاشمی، غفار صادقی در مقابلش هست. یک بار دیگه صادق صادقی. انتظار میره بازی کم گلی ره. شاهد باشیم. یک حرکت دیگه از بازیکن ظاهر اسد و خطا. خطا گرفته شد و بازی متوقف شد. ضربه رو بعد بازیکن ظاهر اسد بزنن. توپ از دست دادن. محمد رضا کریمی، هاشمی، خود سید مهدی هاشمی با پای چپ. و چه گولی این کاپیتان سید مهدی هاشمی فوق‌العاده هست. یک حرکت عالی انجام میده و با پای چپ دروازه رو باز میکنه. به تنهایی برای صداقت یک بال هست، به تنهایی برای صداقت یک وزنه هست سید مهدی هاشمی، کاپیتان دوست داشتنی تیم ملی فوتسال افغانستان. با یک حرکت عالی از جناح چپ دروازه رو باز کرد. صادقی بازی رو آغاز میکنه. حرکتش رو با هم ببینیم. از وسط میدان در گوش دروازه رو دید و با این ضربه فکر میکنم تو به دست دروازه‌بان ظاهر اسد هم خورد، ولی دروازه باز شد. داور صحبت میکنه با سرمربی تیم صداقت محمد رضا کریمی. یک بار دیگه فرصت. هاشمی لب خط کنترل میکنه و از دروازه بیرون میه. محمد اکبری، باز هم هاشمی، حیدری اجازه نمیده بازیکن ظاهر اسد که شوت این چهره مرتضی محمدی به داخل چارچوب بره. وزیر مرتضی حیدری آغاز خواهد کرد. تیم پخته صداقت باز هم گل میزنه به ظاهر اسد و حالا صداقت هست که صاحب توپ و میدان هست. دست عبور داره و سهراب حمیدی اجازه نمیده به او. عبدالغفار صادقی، علی رضایی به توپ میرسه. هاشمی، محمد رضا کریمی. یک حرکت، یک لایه خیلی خوب عبور کرد و اما توپ از دست داد. غفار صادقی، یک فوتسال کلاس بالا رو داریم تماشا میکنیم. اکمل عظیمی پاس برای صادق صادقی. دوباره عبدالغفار. بازم صادق صادقی. فرصت هست برای بازیکنان تیم ظاهر اسد. این ضربه و از کنار دروازه تو به آوت رفت. 7.5 دقیقه را سپری کردیم. 1-0 به سود صداقت. 4 تا بازیکن بیرون میره، 4 تا دیگه وارد میدان میشه. کلن تازه نفس میشه تیم صداقت. یک از پوینت های مثبت این تیم است. چه لویی انداخت کریمی به صادقی روی این صحنه. یکی از خصوصیات و امتیازات ویژه تیم صداقت این است که 2 تا ترکیب داره کاملا در میدان. یعنی 4 تا بازیکن میشینن، 4 تا بازیکن با همون کیفیت وارد میدان میشن. مهدی هاشمی، محمد رضا کریمی، مرتضی محمدی و مرتضی حیدری. 4 تای اولن معمولاً علی رحیمی که فعلا داخل میدان نمبر 27. بعضی موقع مصطفی تاجیک. فعلا البته از رضا حسن‌پور هم استفاده کرده. یک بازیکن دیگه هم هست. اینا معمولاً دیگه به عنوان 4 تای دیگه وارد میدان میشه. فقط کیپرشان هست که چنج نمیشه. با 2 ترکیب و هر 2 ترکیب خوبن. هر 2 ترکیب پخته هستن و تمرین دارن با هم دیگه. حسین‌پور ببخشید. یک حرکت از جناح چپ. اوت میره.
حرکتی که رضا حسین پور انجام داد. گورگیچ، اکمل عظیمی، خود بهمن گورگیچ، یک پاس خوب، صادق صادقی، فرصت برای بازیکنان تیم ظاهر اسد، توپ گرفتن بازیکنان صداقت، فرصت دارن برای گل دوم، این ضربه و گل، گل دوم برای صداقت، گل دوم برای صداقت، علی رحیمی حساب کار 2-0 میکنه. عجب تیم خوبیه این تیم صداقت، با دو ترکیب بازی میکنه و هر دو ترکیبش هم خوبن. ترکیب دوم هم گل میزنه. در ترکیب اول سید مهدی هاشمی گل زد، در ترکیب دوم هم علی رحیمی. اینجا توپ گرفتن از بهمن گورگیچ، از همون زاویه با پای چپ، این گونه دروازه باز میشه و حساب کار 2-0 میشه. ظاهراً زور ظاهر اسد نمیتونه برسه به صداقت. صداقت تیم بسیار خوبی است و شک نکنید که مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتر هم هست. اونا بدون مربی در لیگ کابل قهرمان شدن، فقط با تجربه و اندوخته‌های خودشان. نمای زیبا از پرچم خوش رنگ کشور عزیز و خسته از جنگ افغانستان. و بازی آغاز میشه. بهمن گورگیچ، یک حرکت، توپ بیرون میره. علی رضایی بازی رو آغاز خواهد کرد. فرصت هست این طرف. نبخط درگیر. یک حرکت. فرصت داری بازی کنن تیم ظاهر اسد. بهمن گورگیچ اجازه نمیدن باز هم. توپ گرفتن بازی کنن صداقت. مهدی حسنی برای تاجیک. یک توپ رو باید در بین را. اکبر عظیمی درگیر است با مهدی حسنی که توپ بیرون رفت. علی رضایی وزیر مصطفی تاجیک آغاز خواهد کرد. خود تاجیک پاسش دقیق نیست. ارتباط بازیکنان ظاهر اسد قطع میکنن. توپ بیرون رفته. بهمن گورگیچ. صداقت میتونه برای هر تیمی مشکل ساز بشه در این رقابت ها و کار هر تیمی رو سخت بکنه. همه تیم ها تیم های خوبی هستن. وی آی پی همین ظاهر اسد، دو تیم هرات، اتحاد، پیشوران، سعادت نیمروز، اینا تیم های خوبی هستن که مدعی هن برای قهرمانی. سعادت دیروز نمایش خوبی داشت، 14 تا زد. او هم بازیکنان ملی پوش داره. صداقت فقط یک چیز بگم که تنها چیزی که این تیم نسبت به بقیه تیم‌ها متمایز می‌کنه، همه بازیکن‌ها بازیکنان ملی پوش خوب هستن. صداقت هم ملی پوش داره، دو تا ترکیب داره تیم صداقت. این از لحاظ فنی خیلی میتونه کمک بکنه به این تیم، به همین دلیل هست که بازی‌ها رو معمولاً پرگل می‌برن. نگاه کنید 4 تا بازیکنشون هم یال آماده برای ورود به میدانن. این 4 تا بیرون میرن، 4 تا دیگه میان با همین کیفیت. هر دو 4 تیم کیفیت داره. وی آی پی تیم خوبی است، فقط 4 بازیکن خیلی خوب داره در ترکیب اصلی. بازیکن‌های دیگه مثلا هستن، یکی دو تا خیلی عالی ان که میتونن جا پر کنن. در نهایت هم اگه ترکیب وی آی پی رو آنالیزی بکنیم، حسین خادمی، هادی جعفری، فرزاد محمودی، حالا یک بازیکن دیگه شون معمولا چنج میشن و مثلا محسن رضایی، اینا 4 تای اولن داخل میدان.
این چهارتا برن بیرون، چهارتای دیگه به اندازه این چهارتا بازیکن خوب نیستن، یعنی حرفه‌ای باشن که بتونن تیم کمک بکنن. اما صداقت این پوینت مثبت داره. نگاه کنید همین حال چهارتا دیگه آمدن، چهارتا شیشتن و این چهارتا هر چهارتا ملی پوش. این اگه امتیاز ویژه است که تیم صداقت داره که تیمای دیگه ندارن و همین باعث شده که صداقت متمایز کنیم از بقیه تیم ها. نگاه کنید اما چهارتا بازیکنی که بازی کردن شیشتن، چهارتا دیگه داخل شدن، بازی چهارتا میشینن رو چهارتا میان. با استفاده از همین تاکتیک بازیاش برده، نه بازیکنش خسته میشه و هم کم میارن. از همه مهمتر که از لحاظ فنی هم بازیکنها در سطح بالایی هن. بهمن گورگیچ چقدر بازی پربرخورد بوده، همیال خطاها پرره شده. تیم صداقت یک خطای دیگه بکنه پنالتی خواهد داد از نقطه دوم، در حالی که 10 دقیقه تا پایان بازی زمان باقی است و احتمال اینکه خطا بشه زیاد هست. یک بار دیگه حرکت، توپ بیرون میره. داور خط نگهدار تیم ظاهر اسد هم 5 خطا شد. یک فرصت توپ بیرون میره. هر دو تیم خطا کنن پنالتی خواهند داد. بازی پربرخورد و فیزیکی که انجام شد باعث شد که تعداد خطاها در همین فاصله 10 دقیقه گذشته خطا کاملا مشخص بود. عبدالغفار صادقی خطا میکنه و پنالتی برای تیم صداقت اعلام میشه. از این به بعد هر تیمی خطا بکنه و حریف پنالتی خواهد داد. اولین پنالتی رو تیم ظاهر اسد میده. محمد رضا کریمی پشت توپ قرار گرفته و ضربه رو خواهد زد از روی نقطه دومه پنالتی. ببینیم گل سومه صداقت به ثمر میرسانه یا خیر. بازیکن ملی پوش تیم صداقت پشت توپ هست، محمد رضا کریمی. فرصت هست، این ضربه و گل. گل سوم، ضربه دقیق محمد رضا کریمی و حساب کار 3-0 میشه. دو بازیکن تیم اتحاد هم مصدوم شدن و مستقیم به شفاخانه رفتن. جا در شفاخانه آریانا ثابت هم یادی کنیم که قسمت تداوی بازیکن‌ها همکاری لازم دارن با کمیته فوتسال و مسئولان برگزاری رقابت‌ها. دو بازیکن خوب اتحاد ایراد مصدوم شده و عکسشون در صفحات اجتماعی نشر شده که صدمه دیدن و احتمال اینکه بازی بعدی اتحاد از دست بدن زیاد هست به دلیل مصدومیت. اتحاد در اولین بازی پیروزی 5-6 در بازی اول امروز برد. از همین گروه هستیم اتحاد و با هر دو تیم صداقت و ظاهر اسد باید بازی بکنه. هاشمی، یک پاس داده میشه، فرصت برای صداقت، دروازه خالی و گل. گل چهارم، محمد رضا کریمی حساب کار 4-0 میکنه. تیم صداقت یک بار دیگه صلابت خودش دیکته میکنه به ظاهر اسد. باید بپذیریم صداقت تیم قدرتمندی هست.
و تیمی که موفق بشه صداقت در این رقابت ها متوقف بکنه و حتی یک امتیاز بگیره تیم بسیار بزرگی باید باشه. حسن پور، غفار صادقی، توپ بیرون رفته. بهمن گورگیچ، یک بار دیگه حرکتی که انجام میشه و توپ بیرون رفت، آوت هست. صادقی، عبدالغفار صادقی، خطا کرده تیم صداقت ظاهر اسد صادق صادقی. پشت توپ هست، خود صادقی ضربه رو میزنه، علی رضایی میگیره و کماکان ظاهر اسد در حسرت باز کردن دروازه صداقت میمانه. یک حرکت دیگه فرصت هست و بهمن گورگیچ اجازه نداد. یک فرصت دوباره بهمن. مرتضی محمدی به عقب، کریمی، دوباره خود محمدی، کریمی، یک پاسکاری خیلی خوب و در بین راه عبدالغفار صادقی قطع میکنه. حسن پور، گورگیچ، توپ نمیرسه به صادقی. محمد رضا کریمی، بعد پاس بده زودتر. هاشمی، حسین پور، دوباره هاشمی، کریمی، نمیتونه این بار لایی بندازه و توپ از دست داد. صادقی، صادق صادقی، کاپیتان ظاهر اسد حمله میکنه. ببینیم با این توپ چه خواهد کرد. ضربه از کنار دروازه به بیرون میره. این ضربه ایست که زده شد و توپ بیرون رفت. مهمانان ویژه رو می‌بینید، جناب آقای محمد انور جگدلک معاون زورخانه‌ای جهان، فدراسیون زورخانه‌ای جهان که اینجا در جیمنازیوم حضور دارن، آقای کارگر رئیس فدراسیون فوتبال و آقای صافی مسئول کمیته فوتسال. فردا شنبه دو مسابقه برگزار خواهد شد. در اولین بازی VIP به مصاف خراسان قزنی خواهد رفت و در دومین دیدار هم بازی پیشوران سعادت هست. بازی خیلی جذاب و میتونیم بگیم تعیین کننده در گروه اول. پیشوران اگر بازیش ببره تا حدودی میتونیم بگیم با 7 امتیاز صعود خودش قطعی خواهد کرد به دور نیمه نهایی رقابت، و اگر بازی رو ببازه یا مساوی بکنه شرایطش به اما اگر خواهد رسید، چون VIP هم یک بازی با سعادت نیمروز خواهد داشت. برنده مسابقه فردا مسیر صعود در هموار خواهد کرد قطعا. عبدالغفار صادقی،
فرصت داره تیم ظاهر اسد. ببینیم این توپ چه میکنن، بس کنار دروازه به بیرون میره. صداقت بازی بعدی شوز یک شنبه برابر اتحاد برگزار خواهد شد. ظاهر اسد هم مقابل سرپل باستان و میدان خواهد رفت. بازی های خوبی باقی مانده، بازی هایی که سرنوشت گروه ها را مشخص خواهد کرد. ظاهر اسد فعلا 4-0 از صداقت عقب هست. نتیجه بازی فاینال فعلا رقم خورده و دقایق زیادی هم البته باقی مانده. هاشمی، خود سید مهدی هاشمی لب خط حرکت میکنه، فرصت داره بازی کنه. صداقت توپر در اختیار گرفت. صادقی هر خطایی بازم پنالتی اعلام خواهد شد. یک پاس داده میشه این طرف و تو به بیرون میره. علی رضایی بازی رو آغاز خواهد کرد. خود علی فرصت برای بازیکنان تیم صداقت. کنترل از بازیکنان صداقت. حسن پور یک ارسال، علی رضایی مش میکنه از پشت و عبدالغفار صادقی رو نقش بر زمین هم کرده. صحبت میکنه داور با بازیکنان هر دو تیم. کپتان ها هستن فعلا گپ میزنن با داور. صادق صادقی یک بار دیگه حرکت انجام میشه، توپ بیرون میره. یک بار دیگه این طرف حرکتی که انجام میشه، توپ کنترل میکنه بازیکن صداقت. صادقی، امیر حسنپور، قفار صادقی، عبدالقفار و توپ بیرون میره. جدال دو تیم شهر کابل هر چند لحاظ کیفی و فنی دقیقا حرفه‌ای است، اما خب خیلی تماشاگر پسند نیست، چون میبینید بیشتر حفظ توپ هست، ریسک نمی کنن بازی کنن، سعی میکنن کمتر اشتباه کنن، راه ها بسته هست، اصلا نمیشه حمله کرد. به همین خاطر است که خیلی تماشاگر کیف نمی کنه نسبت به بازی های گذشته که پرگل دنبال شد. معمولا در فوتسال دو تیم قوی که به هم میخورن این اتفاق رخ میده، مخصوصا اینکه اختلاف 4 تا 5 تا باشه که دیگه
همین اوضاع ادامه پیدا میکنه. صداقت این گلر، این چهار تا گلر در مقاطع مختلف زده. افتتاح توپ بازیکن زائر اسد. هاشمی توپ در اختیار میگیره. زائر حمله برای بازیکن تیم صداقت ضربه سعید مهدی. هاشمی توپ برخورد میکنه به مدافع زائر اسد و به بیرون رفت. پاس حرکت و تو به بیرون میره. دوباره بازی کنه زائر اسد. فرصت دوباره از دست رفت. یک بار دیگه این طرف کار دنبال میکنن بازیکنان تیم زائر اسد. یک ارسال، فرصت هست و توپی که این طرف به بیرون میره. دوباره حرکت از بازیکنان تیم صداقت. علی رحیمی دوباره چند شده ترکیب این تیم و چهار بازیکن دیگه به میدان آمده. یک ضربه از روح دور و اختلاف زیادی توپ بیرون میره. اینم آقای حیدری سرمربی تیم ظاهر تیم صداقت هست که در تصویر ملاحظه میکنید. صادق صادقی تیم بسیار پرمهره و خوبی را هدایت میکنه در رقابت ها. یک برخورد دیگه انجام میشه، داور دخالت میکنه و تذکر میده. اکمل عظیمی یک پاس، فرصت برای صادق صادقی با دروازه‌ای که باز نمیشه. باز هم علی رضایی یک ضربه زده میشه، فرصت برای بازیکنان تیم صداقت. دوباره حرکت انجام میشه، این بار ببینیم گل زده میشه یا خیر. و نه، دروازه باز نشد این بار هم. فرصت برای بازیکنان صداقت. توپ زائر اسد دور میکنه. یک چرخش، فرصت هست. توپ صادق صادقی میگیره. وقت دارن تیم بازیکن زائر اسد. و توپی که به آت رفت. بازی را دنبال میکنه اکمل عظیمی. صادق صادقی از لحاظ کیفی بازی خوبی را شاهد نبودیم، فقط در نام هیجان داشت جدال صداقت و زائر اسد. در شرایط حساسی با هم بازی کردن، اما انصافا بازی دو طرفه و جذابی رو ندیدیم. در فاینال لیگ برتر هم به همین ترتیب بود بازی دو تیم. کم حمله هست، بیشتر حفظ توپ میشه. هر دو تیم قدرتمندن و قابلیت های بالایی دارن. گل زدن به همین خاطر کمی سخت میشه.
ثانیه های واپسین، یک دقیقه تا پایان. بهمن گرگیچ، صادق صادقی، اکمل عظیمی، بهمن 40 ثانیه تا پایان. این ضربه بهمن گرگیچ، این ضربه خوب از بهمن گرگیچ و توپی که به بیرون میره. کورنر اعلام شده. یو 7 ثانیه تا پایان. کار دنبال میکنیم دوباره بازیکنان تیم صداقت و این طرف توپه که بیرون میره. مجددا فرصت هست. علی رضایی، سعید مهدی هاشمی، یک پاس خیلی خوب، مرتضی حیدری، هاشمی، محمدی، دوباره محمد رضا کریمی و توپی که از دست داد. ارچن ایدری دوباره به توپ میرسه. هنوز هاشمی فرصت داره، ضربه محکمی که میزنه و دروازه‌بان توپ رو مال خود میکنه. تمام هست. باز تایمر فکر میکنم جمع مانده و بله، بازی در نیمه نخست با برتری 4-0 تیم صداقت به پایان میرسه. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. تشکر از همکاران عزیزم در روز جمعه. میزبان شما عزیزان هستیم با گزارش رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان، رقابت‌هایی که با شرکت 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی در حال برگزاری هست. از گروه دوم امروز 2 مسابقه برگزار شد. اتحاد 6-2 در مقابل پیروزی پنچیر رمانده هرات، اتحاد هرات پیروزی پنچیر 6-2 شکست داد. این دومین بازی است که دو تیم شهر کابل به مسافه هم میرن. تیم صداقت قهرمان لیگ کابل به مسافه ظاهر اسد نایب قهرمان لیگ کابل آمده که بازیشان 4-0 به سود آبی پوشان صداقت در حال پیگیری و جریان است. ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقاتی رو خواهد داد و آیا ظاهر اسد به بازی برمیگرده یا نه. بازی کم حمله ای در کل دیدیم. شرایط به نفع تیم صداقت است، از موقعیت های خودونه بهتر استفاده کردن و 4 بار موفق شدن دروازه تیم ظاهر اسد باز بکنن. علی رضایی بازی را آغاز خواهد کرد، البته سید مهدی هاشمی. کار دنبال میشه این طرف. سهراب حمیدی پاسش نمیرسه به بازیکن خودی. یک کنترل انجام میشه و توپ بیرون میره. دوباره امیر حسنپور، صادق صادقی، صاحب توپ هست. سهراب حمیدی پاس میده و توپ علی رضایی میرسه. دوباره کنترل است بازیکنان صداقت. مرتضی حیدری، و مجددا این طرف توپی که به بیرون رفت. آغازگر بازی علی رضایی هست.
بازم پاس داده میشه این طرف کنترل از صادق صادقی. علی رضایی، سعید مهدی هاشمی، فرصت برای بازیکنان تیم صداقت این ضربه و تو برخورد میکنه و بازیکن ظاهر اسد و به کورنر میره. محمد رضا کریمی بازی را آغاز خواهد کرد. خود هاشمی، سعید مهدی هاشمی با پای چپ ضربه را میزنه که دروازه‌بان ناقص توپ دفع کرد. هنوز فرصت هست و هاشمی که دخالت میکنه و توپ دور کرد. صادقی، خود صادق صادقی، یک پاس داده میشه فرصت برای بازیکن ظاهر اسد و گل. بالاخره یکی از گل‌های خورده جبران شد. سهراب حمیدی بازی رو 4-1 میکنه و روحیه میگیره ظاهر اسد. بالاخره ظاهر اسد به صداقت گل زد و دروازه باز شد. اختلاف 3 گل میرسه و میتونه برگرده صداقت ظاهر اسد و بازی رو مساوی کنه. ببینیم این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. روی همکاری خیلی خوب، پاس دقیق و ضربه‌ای که سرانجام به گل تبدیل میشه. یک ضربه فرصت، چه ضربه سری، چه گلی نشد متاسفانه. امیر حسنپور میتونست یکی از زیباترین گل‌های این رقابت‌ها رو به نام خودش ثبت بکنه که البته این اتفاق رخ نداد. حمیدی، صادقی، یک گل دیگه ظاهر اسد بزنه خیلی شرایطش بهتر خواهد شد. سعید مهدی هاشمی با پای چپ ضربه رو میزنه که از کنار دروازه توپه. بیرون رفت. حرکت بکنه تیم ظاهر اسد، فرصت برای اکبر عظیمی، موقعیت برای گل دوم. چه فرصت سوزی کرد، چه فرصت سوزی کرد و دروازه باز نشد. موقعیت بسیار خوبی از دست رفت. یک بار دیگه این طرف حرکت میکنن بازیکن تیم ظاهر اسد. توپ آوت رفت. موقعیت هست که کماکان برای ظاهر اسد. بهمن گورگیچ، یک گلی که زدن روحیه زیادی داره به این تیم. صداقت حمله میکنیم بار حیدری، فرصت هست برای تیم ظاهر اسد. صادقی، یک توپ ربایی از مرتضی محمدی، فرصت برای تیم صداقت و شوتی که به بیرون زده شد. وارد میدان میشه علی شفا علیزاده، همین چهره نمبر 4 ظاهر اسد. بهمن گورگیچ به اشتباه توپر نتونست کنترل بکنه و به بیرون رفت. کریمی، محمدی،
یک ضربه از او توپه محکم زد و به بیرون رفت. البته ثانیه که عبدالغفار صدیقی توپ گرفت از سید مهدی هاشمی رو با هم تماشا کردیم. بهمن گورگیچ توپ بیرون رفت. باز هم گورگیچ دوباره پاس داده میشه. اگر توپ از دست بره خطرناک است. عبدالغفار صادقی درگیر است با مرتضی حیدری و توپ بیرون میره. آوت است. فرصت هست برای تیم صداقت. یک دست توپ کریمی و حالا دیگه دروازه خالی است. توپ بیرون میره. در اثر اگر نیمه اول این گل میزد خیلی انگیزه بهتر و بیشتری میگرفت برای بازگشت. کریمی فرصت هست برای بازی کنه ظاهر اسد. یک ضربه و توپی که دستی در اختیار گرفته مجدداً و بیرون میره. یک بار دیگه ضربه زده میشه. توپ بیرون رفت. باز هم علی رضایی. مصطفی تاجیک تأثیر میگذاره روی توپ. فرصت برای تیم صداقت هست. ببینیم چه خواهند کرد. توپ را از دست میدن. موقعیت هست این طرف برای ظاهر اسد. اجازه ندادن. باز هم تیم صداقت. فرصت رحیمی در میان دو بازیکن و توپ از دست رفت. باز هم یک بار دیگه علی شفا علیزاده. دوباره حرکت انجام میشه. باز هم فرصت برای بازیکن ظاهر اسد. بازی کمی جنگنده و بهتر شده نسبت به نیمه نخست و دو تیم با جنگندگی کار دنبال میکنن و حملات هم زیادتر شده نسبت به نیمه نخست این دیدار. علی رضایی خیلی خوب و با تجربه عمل میکنه و توپ بیرون خط نمیبره و داخل محوطه جزا کنترل کرد. تاجیک یک شوت محکم و شوتش به بیرون میره. یک حرکت دیگه از بازیکنان تیم ظاهر اسد. علی شفا علیزاده توپ از دست داد. فرصت هست برای علی رحیمی. یک بار دیگه این طرف حرکت. علی خاوری یک موقعیت داره و خطا اعلام شده برای مهدی حسنی. این صحنه است که نگاه کنید کاملا درسته. علی رضایی شاید خودش بیرون بوده و ما توپ داخل هست و به هیچ عنوان نمیشه که خطایی گرفت. یک فرصت برای صادق صادقی. اکمل عظیمی
یک بار دیگه این طرف کار دوبال میشه، لب خط درگیر بودن و البته توپ هم به بیرون رفت. دوباره حرکت صادق صادقی، داره خوبه صادقی، پاسش نمیرسه به اکمل عظیمی و ارتباط قطع شد. دوباره خاوری از صداقت، خود خاوری، اشتباه اکمل عظیمی، فرصت برای ظاهر اسد، یک گل دیگه ظاهر اسد بزنه روی این تیم دوچند خواهد شد. توپ گرفتن بازیکنان صداقت و در نهایت توپ بیرون میره. یک بار دیگه حرکت از بازیکن صداقت، دیگه همکاری خیلی خوب میگن تو به بازیکن ظاهر اسد، تکل مصطفی تاجیک زده شد، دوباره حرکت انجام میشه. صادق صادقی، سهراب حمیدی، یک کار خوب، فرصت هست و باز هم اجازه نمیده تیم صداقت، تحت فشار قرار گرفته. تیم صداقت در این دقایق و ظاهر اسد داره خوب بازی میکنه. بازم بازیکنان صداقت، رضایی این ضربه و توپ محمد رضا کریمی نرسید. بازی رو آغاز میکنن سید مهدی هاشمی، خود سید مهدی هاشمی با پای چپ ضربه از زاویه بسته زده شد، داخل چارچوب نبود. صادقی، سهراب حمیدی، بازم یک حرکت دیگه و توپ بیرون میره. فرصت برای صادقی، یک پاس داده میشه هاشمی و توپی که به آوت رفته، البته خطا اعلام کرده داور. کمتر از 10 دقیقه تا پایان. محمد رضا کریمی، هاشمی، خود سید مهدی هاشمی، یک حرکت خیلی خوب این کار انجام میده. مرتضی ایدری کماکان داره پیش میره و خطا نگرفت داور، خطاره، معتقد به خطا نبود داور، با من پیش داوری کردم. البته خودش مثل این که تعادل خودش از دست داده و کار دنبال میشه. صادقی، حسن پور، سهراب حمیدی، صداقت بسیار تیم بالاست. یک ضربه زده شد، صداقت خودش حفظ میکنه تا گل نخوره از ظاهر اسد. یک حرکت
حرکت انجام میشه بازم بازیکنان صداقت در دفاع کنترل انجام میشه بهمن گورگیچ یک فرصت دوباره بازیکنان صداقت در ضد حمله اکمل عظیمی دوباره به توپ میرسه حسن پور عظیمی صادق صادقی یک ضربه از راه دور شوت خیلی خوبی زد که البته علی رضایی نتونست توپر یک ضربه بگیره گورگیچ صادقی دوباره گورگیچ راه بسته است دوباره صادق صادقی سید مهدی هاشمی مرتضی محمدی مرتضی حیدری صادقی دخالت میکنه و توپ آوت رفته به سود ظاهر اسد دوباره صادق صادقی یک پاس دیگه فرصت هست به اختیار مرتضی حیدری قرار گرفته ضربه رو میزنه و توپ آوت رفت باز هم بستن مقابل حملات ظاهر اسد مرتضی محمدی یک پاس عبور فرصت هست برای تیم صداقت که البته ضد حمله تشکیل نشد و خطا خطا بهمن گورگیچ اعلام میشه وقت استراحت گرفته میشه 6 دقیقه تا پایان بیرون رفت البته ظاهر اسد پاور پلی کرده و با هر 5 بازیکن خودش به شمول کیپر در این دقیقه داره حمله میکنه دروازه خانه کارت زرد دارم بعد بگیره صادق صادقی نشان نداد بعد نشان میداد کارت زرده به صادق صادقی آیا میتونیم از وی ای آر وطنی خود استفاده کنیم یا خیر میشه که اتاق فرمان به حالا نیازی به وی ای آر نشد کارت زرد داشت اصلا اگر نمیداد به خاطر که اخراج میشد نداد واقعا بعد کارت زرد نشان میداد صادق صادقی بازی بعدی رو از دست داد پیرنش کشید کاملا مشخص بود انصافا حق باید بگیم و نظرش داور پس گرفت ببینید تصویر های سره این صحنه دیگه خطا هست چون داره بازیکن میره به سمتی که داره تک به تک میشد دروازه خالی بود موقعیت گل 100% داره میگیره از سید مهدی هاشمی اول گفت نه باز منصرف شد مچ کمیشنر مسابقات اکلیل داور هم هست صادقی باید رختکن رو هم ترک بکنه نیمکت ترک بکنه و مستقیم به رختکن بره کاش تصویر رو اثر خود صادق صادقی هم ببینه و قطعا راضی خواهد شد به اینکه داور بعد حتما کارت زرد
نشان میداد به او. حالا اینکه صحنه های گذشته رو چرا گرفته و چرا نگرفته و بحث جدایی است. اینکه در صحنه های گذشته داور کدام خطا رو برای کدام تیم نگرفته و کدامش گرفته رو یک کنار میگذاریم. به شدت عصبانی هستن نیمکت نشینان تیم ظاهر اسد. این حرکت صادق صادقی، چون سید مهدی هاشمی دروازه خالی بود میتونست دروازه رو باز بکنه و موقعیت گل گرفت، کارت داشت انصافا. حالا شاید اگر دروازه خالی نمی بود و موقعیت گلزنی نمی داشت، احتمال داشت که داور مدارا بکنه و جریمه نکنه بازیکن، اما چون موقعیت 100% گل گرفت، تصمیم به حقی گرفت. اولش نه، اول که نگرفت، بعدش که اعتراض شد و مچ کمیشنر و داور سوم هم دخالت کرد، از تصمیم خودش برگشت داور و کارت زرد نشان داد. حالا تا 2 دقیقه تیم ظاهر اسد بعد 4 نفره بازی کنه. اگر گل بخوره سریع میتونه بازی کنه دیگه شب وارد میدان کنه. صادق صادقی بازی بعدی را از دست داد. ستاره تیم ظاهر اسد هست صادق صادقی، کپتان ملی پوششان، و کار این تیم کمی سخت میشه در بازی بعدی که فکر میکنم مقابل تیم اتحاد هست، یا نه مقابل تیم سرپل هست. بازی سختی نیست، به بازی مقابل اتحاد هرات میرسه صادق صادقی. 5 دقیقه تا پایان بازی زمان باقی است. تصویر آیستر باز هم میتونیم صحنه خطای صادق صادقی رو داشته باشیم. بیشتر من روی خطا اگر باشه شاید 30% 70%ش سری است که دروازه خالی بود. ببینید اینجا توپ گرفت، هاشمی اجازه نداد. چرا؟ چون دروازهش خالی بود، پاور پلی کرده بودن و هاشمی راحت میتونست دروازه رو باز بکنه. در فوتبال فوتسال وقتی موقعیت 100% گله از حریف بگیره با خطا رو متوقف بکنی، قطعا کارت زرد داره، حتی خیلی جا کارت سرخ مستقیمه نشان میدن. پس اعتراض قطعا به خاطر این خطا نبوده، شاید به خاطر صحنه های دیگه بوده، ولی اینجا خطا مسلم بود، کارت زرد هم داشت. سید مهدی هاشمی بازی را آغاز خواهد کرد. منیجر تیم ظاهر اسد هم از روی نیمکت اخراج میشه به خاطر اعتراض. اکلیل داور هم او رو با بیرون هدایت میکنه، او هم کارت سرخ گرفت به خاطر اعتراضی که انجام داد روی نیمکت ظاهر اسد. به هم ریخت این تیم بعد از اخراج صادق صادقی. حرکت دیگه فرصت داره بازی کنه صداقت و گل. گل پنجم در این دقیقه از دیدار به ثمر میرسه. بالاخره صداقت گل زد. در نیمه دو دوباره کار دوبار میشه توسط بازیکن صداقت. یک حرکت، یک دریبل، فرصت برای بازیکن تیم صداقت. سید مهدی هاشمی ضربه رو میزنه و دروازه‌بان توپ در اختیار گرفت. این صحنه است که گل به ثمر رسید توسط مرتضی حیدری. یک بار دیگه فرصت از دست رفت.
بهمن گورگیچ. یک فرصت برای بازیکنان تیم ظاهر اسد. تیم ظاهر اسد پنج خطا هم هست و اگر یک خطای دیگه بکنه پنالتی خواهد داد. بازم با اختلاف 4 گل رقابت به حریفش داره واگذار میکنه. تیم بسیار خوبی است تیم ظاهر اسد و نباید این تیم زیاد دست کم گرفت، به خاطر اینکه مربی خوبی داره، بازیکنان خوبی هم داره. امروز هرچند یکی از ستاره‌های خودش از دست داد و در بازی بعدی که مقابل سر پل باستان برگزار خواهد شد صادق صادقی حضور نخواهد داشت. یک بار دیگه حرکت، فرصت برای بازیکنان تیم یک بار دیگه این طرف حرکت، فرصت برای بازیکنان صداقت و توپ بیرون میره. سرمربی تیم ظاهر اسد میبینید آقای حسین زاده، مربی خیلی خوبی هست، سابقه کار در لیگ برتر ایران داره. خب واقعا میگم بازی کردن در مقابل تیم صداقت، امتیاز گرفتن از چنین تیمی خیلی کار سختی هست. باید بپذیریم صداقت تیم قدرتمند این رقابت ها هست و قطعا تیم های زیادی تشنه گرفتن حتی یک امتیاز از این تیم هستند. صادق غفار صادقی، بهمن گورگیچ عبور میکنه. بهمن خوب های صداق ظاهر اسد هست و به گرفتن بازیکن صداقت، فرصت دارن، دروازه آن خالی است و عالی میگیره توپ محمد اکبری. ضد حمله برای صداقت، بهمن، خود بهمن، فرصت هست، دروازه خالی و گل. گل برای ظاهر اسد. 5-2 میشه نتیجه بازی. صداقت گل دیگر هم میخوره، وقت زیادی باقی نیست. کار دنبال میشه. روی زمین هست بازیکن تیم ظاهر اسد. 1 دقیقه تا پایان این دیدار زمان باقی است. فرصت برای بازیکن تیم ظاهر اسد، علی رضایی به توپ میرسه. میریم به ثانیه‌های واپسین این مسابقه. یک پاس و توپ بیرون میره.
اینجا پاس بهمن گورگیچ، همکاری خیلی خوب و این صحنه است که امیر حسن پور دروازه رو باز کرد. سید مهدی هاشمی یک پاس میده که البته به جایی هم نمیرسه. میریم به 10 ثانیه پایانی، فرصت برای بازیکن تیم ظاهر اسد و علی رضایی که اجازه نداد که دروازه باز بشه. پیشروی خوبه دروازه‌بان تیم ظاهر اسد. 2-1 و تمام. بیسال پایان این مسابقه، برتری 5-2 تیم صداقت در مقابل تیم ظاهر اسد. صداقت 6 امتیازی میشه و باز هم ظاهر اسد شکست میده.